ایوار و ایوار روزی رو با خودشون میبرن. ایوار در راه میگه بعد از کشتن پادشاهان زیاد الان نوبت تو شده رودری. این زخمی که تو برام گذاشتی همیشه برام مایه شمساری بوده، اما وقتی بعدن تبدیل به پادشاه شدی باعث افتخار من شد. اونها رودری رو به نوک قله میبرن. ایوار شروع میکنه به تیکه تیکه کردن بدن رودری. اودین به ذهن ایوار میاد و میگه این شخص روحیه قهرمانان باستانی رو داره. پیروزی و افتخار نصیب این قهرمانانه. ایوار میگه من هیچ افتخاری تو این صحنه نمیبینم. اودین میگه زندگی زیبا نیست، تمامش جنگ و خونریزیه. ایوار کارشو تموم میکنه و رودری رو آویزون میکنه. به ایوار میگه آخرین کارمون مونده ایوار، یک نبرد بین من و تو تا مرگ. موقعی که خنجر رو تو قلب چلبت فرو بردم جیغ و فریاد میکرد. ایوار میگه ای پس فطرت هرومزاده، تو چلبت رو کشتی؟ ایوار میگه بیا بجنگیم مرد، اگه من پیروز شدم بهترین جنگجوی واکینگ میشم، اگر کشته شدم به والهالا میرم. آن دو با هم مبارزه میکنند و در آخر ایوار پیروز میشه. ایوار میگه راه من به پایان رسید، لطفاً تبرم رو به من بده. ایوار از دادن تبر امتناع میکنه و میگه به هلمهایم برو. بعد از این قضیه ایوار به پیش درلاف و اوبا میره و داستان مرگ ایوار رو تعریف میکنه و به اوبا میگه ایوار خیانت کرد و چلبت رو برای راه انداختن جنگ با رودری کشت. من اون رو برای برقراری عدالت کشتم. اوبا میگه برادرم شخصی عجیب و جنگ طلبی بود. بعد از مرگش صلح به این سرزمین ها برمیگرده. من میرم کشتی ها رو برای مراسم خاکسپاری آماده کنم. دلاف میگه من میرم با همسر رودری برای صلح صحبت میکنم. حالا ایوار به سزای عملش رسیده. در مورد صلح شریپشایر رو متحد خودتون بدونید. مراسم مرگ ایوار برگزار میشه و بعدش ایوار به پیش رندوی در ریون برمیگرده. رندوی ایوار رو به کنت میفرسته. بسیم خبرهایی از فولکه داده و تونسته رد فولکه رو بزنه. ایوار به کنت میره و بسیم رو در سنت هدریان پیدا میکنه. بسیم میگه فولکه در این حوالی دیده شده. این سرزمین سرزمین مسیحی ها هستش. شخصی مثل فولکه با اون افکار شرک‌آمیزش قطعاً تو دردسره. بسیم ایوار رو به پیش یکی از دوستانش به اسم راهب کیمبرت میبره. راهب از فولکه خبر داره، اما در ازای اطلاعات میخواد اسم پادشاه جدید کنت که پادشاه آلفرد مشخص کرده رو پیدا کنه تا از این طریق قبل از پادشاهیش به اون نزدیک بشه. ایوار میگه از کجا میتونم پیداش کنم؟ کیمبرت میگه افراد پادشاهی از اطراف کلیسای تامبریج رفت آمد میکنن. از اونجا شروع کن. من رو در ساحل جنوبی فولکانستان پیدا کن. من در ازاش مکان فولکه رو بهت میدم. برای شنیدن ادامه داستان به پارت بعدی مراجعه کنید. همچنین شما می توانید برای درک بهتر داستان ویدیو گیم پلی کامل بازی رو در لینکی که پایین ویدیو قرار خواهیم داد مشاهده کنید.